در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوال هایی که روز گذشته چهارم ذی‌الحجه 1443 از معظم الله پرسیده شد این بود که آیا ضرر رساندن به بدن خود مطلقاً حرام است؟ نظر عقلا در این زمینه چیست؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. اصل اولی در ضرر رسوندن به بدن، نه به نفس که اسمش قتل اون، ضرر رسوندن به بدن هر جور ضرری باشه غیر از ثلاثه: یکی قتل نفس، دو تلف عضوی یا قوی، سه که سیومش رو من عرض میکنم به خاطر تسالم اگر نمتعرض نشدن غالبا، و اون اینه تعریض نفس للامراض الخطیره، یک کاری بکنه که سرطان بگیره، نعوذ بالله. این سه تا جایز نیست. اولیش بالادله الاربعه که قتل نفس باشه، دویم و سیوم، دویم بالاجماع که متعرض شدن، سیومش هم بالارتکاز و امثاله. غیر این سه تا آدم سرشو بشکنه، دستشو بشکنه، اما بلایی سرش نمیاد، یعنی نمیمیره، یک عضوی، یک قوه قطع نمیشه، یک امراض خطیره نمیگیره. اصل اولی جواز الناس مسلطون، الناس مسلط یعنی مشهور بین فقها، فقط استثناء یک فقیه من دارم دومی ندیدم که بگن لا ضرر، یعنی نه فقط لا ضرر در احکام، یعنی اصل اولی اینه که اضرار به بدن رسوندن حرامه. من احدی از فقها ندیدم، فقط صاحب مستند اینو میگه. وقت علی القاعده است، آدم در هر جهتی سرشو بشکنه، دستشو بشکنه، از محرمات نه، یعنی یه فقیه غیر از صاحب مستند نمیگه این را. وقت علی القاعده است، روایت هم یعنی راضی نمی صحیح السند بود. ها، یعنی فرمایش مرحوم شیخ الشریعه، اینو من دیدم شیخ الشریعه تعبیر صحت کرد. آره خب، بله، علا کلا متأخرین رسمشون نه تعبیر صحت از غیر سند بکنن، در متقدمین متعارف بوده. نفس یا بدن؟ آه، بدن بفرمایید. نفس اینی که فقها ها میگن مضر به نفس نباشه، نفس یعنی جان در فارسی، بیهوده، کار بدیه. مگه عقلا ملاک شرع هستن؟ عقلا که ملاک احکام نیستن، ما هستیم و کتاب الله و عترتی، الناس مسلطون علی انفسهم عامه. این ستا استثناء شده. چی؟ چرا؟ اما حروم کار عبس؟ این کسایی که میشین همجه تسبیح میگردونه، این کار عبس نیست؟ اما از محرمات نی؟ عبس یا عنوان حرام دلیل میخواد. الناس مسلطون خودش سند نداره، اما هم معمول به هاست، و آیه قرآن داره النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی چی؟ یعنی همه ولایت دارن بر نفس خودشون، نبی اولاست از اونا، چون با افعال تفضیل ظاهرش اینه دیگه، متبادره ازش. حالا بعضی تشکیک میکنن که روایت الناس مسلطون سند نداره، ما الناس مسلطون نمیخوان، النبی اولا دلیل. در نشست علمی روز گذشته چهارم ذی‌الحجه همچنین سوال‌های مختلفی درباره به جماعت خواندن نماز عید قدیر، عدم جواز عدول نیت در نماز، حکم کثیرالشک نسبت به شک رکعت اول و دوم، حکم زدن فرزند توسط پدر به قصد ادب و حفظ او از فساد، حکم کتک زدن دانش آموز توسط مربی، صحت معامله صفحی که از شخص غیر صفیح صادر شود، حکم اعمال پسری که زودتر از سن بلوغ به بلوغ رسیده و غافل بوده، روایت مسلم جساس
و واجب الوجود بودن ذات خدای متعال و صفات ذات و فعل پرسیده شد که حضرت آیت الله العظما شیرازی دام ظله با سعی صدری وصف ناپذیر پاسخهای تفصیلی به این سوالها پاسخ دادند. شما هم می توانید نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام ظله را هر روز ساعت 12:15 به وقت محلی قم به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام مشاهده کنید.